گزینه نظامی بر سر میز روسیه اگر کابل و خارجی ها داعش در افغانستان را نابود نکنند زمیر کابلوف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با اشاره به افزایش جنگجویان دایش در افغانستان هشدار داد اگر کابل و خارجی هایی که در افغانستان حضور دارند نسبت به سرکوب این گروه تروریستی به تفاوت باشند روسیه ناچار خواهد شد که به گزینه نظامی متوصل شود اما با توجه به عملیات های گسترده که علیه داعش در افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغانستان به رهبری وزارت دفاع صورت گرفت و حتی استفاده مادر بمب در ننگرهار آیا داعش هنوز هم پدیده در حال نفوذ و گسترش است چرا روزها از نفوذ و نفوز داعش به شدت نگران هستند با توجه به ضعف عملکرد حکومت در مبارزه داعش که از انتقادات در مورد مبارزه با داعش بالای حکومت مطرح میشه آیا روسیه واقعا روی گزینه نظامی فکر میکند و در آخر خط افغانستان با سرنوشت سوریه روبرو خواهد شد سلام و با بازنگاه خوش آمدید من این نظری هستم و مهمانانم برای بحث در این مورد آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسیج جریگه افغانستان آقای محمد عبدو همچنان عضو ولسی و دکتر محمد داوود روش رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درې سي دي حدوده مېهمانون بسیار خوش آمدید. اقای قهرمان آیا روس‌ها کاسې داغټر از آش هستند یا کی واقعاً دې نگرانۍ موجهه است او روسیا روس‌ها واقعاً به دې زیات نگران هستند. بسم الله الرحمن الرحیم لمرای له دن کو ته تا تاسو ته تا محترم او مېرمنو ته سلامونه کوي له ډنکو. ما ډېر ځلې د خپل وطنوالو ته د دې جنگ ابعاد ډیر څه تشریح کړی مو شپږ تیر کارونکې دوه ګرام جنگونه درلوده په نو نساو پر د څلويش کې چې دوه ګم نړیوال ګرام جنگ ختم شو پاغه ورځ پر پا نړی کې دریم جنگ شروع شو د دې څور جنگ وايي دې سړی جنگ هم په خپل لمونه کې تقریبا درنویو کلو پوري ترنونه ساو نیوی موکلونی پر پنړی کې ډیر ملتونه وسوځول ولیدا جنگ پنوی موکلونو کې د یو پریک په پا zarar د بل پریک په پا مپکټ پا باندې پاتور رسیدي په پا هغه ورځ پنړی کې یو بل جنگ شروع شو دې ته زص لرم نړیوال جنگ وایم چې دا جنگ په اولو نیوی موکلونو کې افریقا و زپن بالکانی و زپی لږ لږ خلیجې وځاپي بیا د جنګ داسې را لې را لې د ویش کاله کیږي د ځکه کې یو ګرم په اسلار ډیر زالیمه نه جنگ روان دی پنځو بيشت... ویش کاله کې کی یو ود د کې کا تیار اسمان به تیارې سوی نه دی ځکه کې به ټنګ سوی نه دی په کشټي کې به جنگي کشټي په بهار کې جنگ به جنگي کشټي سوی نه دی یعنی هر د کې کا هر لازه جګړه روانه ده د او مشکاله کیږي کتیره پس منظر د امریکا سره واخلې د نو نه څو نیويم کال څهخه بیا بالکان بیا خلیج بیا رضاب افغانستان زطر ګرجستانه پوری په دې جنگ کې تقریبا د دمزکی زورهور خلک ټول سره ملګری دي ز روسان د امریکایان سره جدا خلک نه بوله د غټو ل جګړه دوی په دمزکه کې مشترکه اما هنګ مختصره به ولیدل دا غی ادارات چې دوی کوي اندیشناوي شي دا چی ست اندیشنا اصل دایش شېده دا بیا په افغانستان کې بیرون باندې به خيزه بس نکوم په افغانستان کې دایش مخېچه دا شېده خو هغه څه چې وای د دې خلاف خبره د خلکو منس کده امریکا د روسي پر ضد هر وخت دریز نسی او روسیا د امریکا پر ضد دریز نسی ول څومره چې غوريجه ارغانستان دی وای د پسالې تعالی ده وای څومره چغوريږي اغه مر نه وریږي زه په 17 ته د دوی د جنگ د امهنګ د امهنګ تو به ونمونه شو ریاده په سوریا کې د ترکي ته ریپورت کیږي په مونږ ورزې د ایران د غرزې روساني غرزې امریکایاني غرزې فرانسوياني غرزې اردونياني غرزې عرباني غرزې او د سوری په زاستاسو د افغانستان په نیمه اندازه ودیدې یوار و ستل چې بده ټول پزا کې د دې د تیارو چکر ولیدای خو چکر د سره کې اصلا چاته سودا د سوری ولسته د سوری پرولس باندې خپل بومونه ورځي هر سوری خپل دکان خلاص کړی دی مثال روسان ته ویل چې په پلان یې سلام اخر سو ابل تېول ځبه پر پلاني خرڅوم ابل تېول ځبه پر پلاني خرڅوم دا اوس شم د خلګوای چې موږ په افغانستان کې نظامی ګوز جناز موږ پر میوس براته زبیل کولاته دا اوس سووایم چې دا د دوی سره امهنګړې دیدار غواړي چې افغانستان هم د سرنويشت د سوریه په سرنويشت حقته ولې افغانان په دې نکته تل جلشي هم د روسانو سره لو خبري وې چې وروره تصر هغدا لري او خوت ډیر لري بیا که ستا خوا په ازبکستان او په تاجکستان باندې ځ خپل سرحد ساته خدای دغه د گواخونو معنا د افغانستان د سکیاسيون او انتریدياسیاسيونو په منځ کې دا ده چې مونږه د دوو لویو قدرتونو په منځ کې یاستو او لکه د دوو تیغو په منځ کې چې مونږه دا راڅو کیږي چې د روسیا سر دروست برداشت دل لري ما په روسیا کې 15 کال ژوند کړي خو هغه حقیقي برداشت دی ګور زبردته روسیا اصلا وجود نلري کڅوک ما په دې کې هېڅ نه کوي تاسو دوه شې کڅوک معنی څه کوي ایران د امریکا نو ضد نه د امریکا د ایرانانو ضد دا زاتایسته علم نه ثابتو نه روسان د امریکا نو ضد نه امریکا د روسان خود سوریه په مسأله کې روسان په ډګه کړ چې دوی شتون لري او کوم جګړه چې وسو د سوریه سره وساتي قربان دي ساتي توازن وساتي کایه یو طرف وای وس بشار الاسد نه وای نو تووازن په ساتي په جنگ کې یوته به وښته ده ته مرمر وکول ته په دې فکر نه کوي چې افغانان هم دغه توازن قربانی سي بالکل د کرایین او اړایم داسې دي دا چې خلک نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم کړي دا جګړه نه امریکا یانو ته سخت ده چې په افغانستان کې ختم کړي نه دغه روسان کې په شتلا باندې عبدل ته ضرورت نشته ولر په شورا امنیت کې ټولل ته سرناشه اصل ته خبري سره وکی کینسانان یا د انسانانو انسانان باندې ظلم روان نه بولي او پردیه مظلومو خلکو مسرڅ وږي د انسانو په سپطاله ته سرکښني د دې جګړې محل د کومندې معلوم دی د په څو ټمو ولول کې معلوم دی سوقي اداره والي معلوم دی اغه سر حالت په سلامو کې جګړه ختمه کی جګړه رسما په کول کې په بمونو خوله ختمیږي خو تا خپل اول چې د بمونو په لارې استعمال شو د بمونو مردم ځکه استعمالیږي دا ټول ک په بمونو دا مشکله لول ولخړې بي وای غیر داسې چې د ملت بدبخت نه کی غیر داسې چې د ملت طبيعي کده تو غږی دا کت انبل هیڅ معنا نه لري او پر خپل د ټول شان باندې نپرینوم هر څوک چې ازي زرات لري دا زغپل خلکو په zarar بوله او ج دم دي تاوي چې نور زموږ مظلوماته ده پای ټکی پیدا. راځیت ما نو. هاه موافق هستم چې امریکا او روسيه در يك جنگه کاملا همو هنګ شو ده بار ديګر افغانستان قرباني سياساتاي خود نیسه زنه مو قسمه کې بس سوریه متراح شو او نګراني روسيه څه است؟ خو بسم الله الرحمن الرحيم سلام بيزان اول خو حکم مطلق در سیاست های بسیار مطلق مغلق بین ملی و با دم دستگاهی که ما داریم مثلا ما کدام مسی تقاطی بزرگ جامعه شناسی سیاسی بعوت بین ملل اینا را با فکت هایی که از منابع مسق گرفته میشه انفورمیشنی که گرفته میشه ایره باید دسترس داشته باشیم تا با جمع بندی از این فکتولوژی، ما بتونیم به نتیجه برسیم اما از ظواهر و فهوای سیاست که امور رقمی که به سیاست گاهی وقت بومیشه و با مشام میرسه دیده میشه که یک نوع فروش اسلحه در جهان و جنگ به اصلاح کابلی زرگری جریان داره مثلا اوشدارها با اوشدارها جواب داده میشه چه قسم؟ شما رسانه های غربی سینین، صدای امریکا، مثلا دو در ای این از در آخر میشنوین که داعش در موسل و در سوریه، در عراق و سوریه شکست خورد مرکز سیوم داعش افغانستان است اول کسی نمیگه که ای از پرواز میکنه یا قاب یا مویستن در دریا چه قسم میگن؟ ایش نمیگن میگن که داعش، نیروهای داعش از سوریه و عراق که شکست خورد میان به افغانستان اگه می توپوگرافی زمینه و نقشه زمینه ببینیم امینو نه با پای آمده میتونن نه با نه با کشتی امید. اما جای سرحد داره اما جای پورت بری است پورت های سرحدات بسیار حفظ شده به است که یک سوزان کس نمیتونه تیر کنه این چه قسم دایش میه باز افغانستان خب فرض کنین که به اساس گفته های امیشگی ما که میگیم که داعش چیزی نیست جز طالب دیروز از بین از صفوف طالب داعش برآمد از صفوف مجاهد از برخی بین مجاهدین داعش طالب برآمد آل بیرق سبز سفید سیاه میکنن سیاره سرخ میکنن سرخ سبز میسوزن آدم ها همو آدم هاست ولی در زمین روی زمینی که آتش میفته او زمین میسوزه ما میسوزیم دی تمام زمین گیر ها بدبختانه سر زمین ما میسوزه بر ماست که ما چی باید بکنیم ما بسیار زیاد تحلیل میکنیم که دشمن چی میکنه حتی وزارت دفاع ما وزارت امنیت ما وزارت داخلی ما وقتی که تلویزیون گپ میزنن دیروز یک جنرال گپ میزد وضعیت دشمنه در قندوز تشریح میکنه حالا تو وضعیت خود تشریح کن که تو چی میکنی چی مردم قندوز چی رقم امیدوار شو که تو در قندوز چطور عملیات میکنی که فردا پس فردا این مردم بیجا شدید در بدر پابرهنی امو منطقه اقل امیدوار شو که اینجا دولت است ما رسید این وضعیت تشریح میکنه که اوج تنویس علی تو بود در فلانی منطقه تو بود در فلانی منطقه تو بود اینا از کجا تمیل میشن از کجا برادر ای گپا مردم میفهمه هم میفهمه کل گپام روشن است ما باید وضعیت خود تشریح کنیم که وضعیت ما از چه قرار است و چی باید بکنیم که این ملت بلا کشیده را از این حالت نجات بتیم اگر نجات دادن را میتونیم حداقل حداقل کمکی را که باید یک انسان میشه انجام بدیم. پیشتر ما به یکی دوستا به مزاق گفتم که می صدای عدالت هم بلند کردن خودش یک مبارزه است کار است. در بحث روسیه فکر میکنید که نگرانی واقعی روسیه ها دارن از بحث داعش در افغانستان که میخوان سهم خود در افغانستان از آمریکایی ها بگیرن یا بل... هم واقعا تقابل قدرت ها در افغانستان بحثش بحث من نمیفهم پیش بینی کار بسیار دشوار است ایران از عقلمون شاید بسیار بلند باشه اما روزی که اگر روسا قوار در افغانستان تجاوز کنن یا قوار روان کنن به دلیل تریاق خود بود نه به دلایل دیگه سی میلیون جوان روس حدود این سی میلیون مردم در به مواد مخدر مبتلاست و ایره روسا خوب صحیح میفهمن ما سی میلیون خود میفهمیم به تشویش هستیم ولی اونا سی میلیون خود خوب سر میفهمن جوانشان است و این جنگ برشان ای صدور میزی مواد یعنی شما فکر میکنید که احتمال دخالت روسیه در مسائل افغانستان اما مسئله که خود آقای کابلوف هم گفته که گزینه نظامی روی میزشان است یا مطرح هست یک خب، بایس به با اصطلاح وطنی میگن به تنگ آمد به جنگ آمد اگه بسیار سرشون این فشار واقعا نمی گپی که ما میخوانیم در رسانه ها یا در صفات اجتماعی که یک جنگی نمرایی تریاک جریان داره و این جنگ بسیار بسار در پچال کده و گپ عادی هم نیست و شاید یکی از عوامل بسیار مهم داعش مایش نباشه شاید امی مثلا باشه ولی اون را گفتر میتونه یا شاید هم بسیار برش خب ادعا ای شده که چرا سرادات بسته نمیکنین چرا نمیتونی بسته کرده چرا با تاجکستان ازبکستان ترکمنستان با این پروتکل های نظامی که داری با شدت و هدت سرادات بسته نمیکنی ولی او سرادات هم دشوار گذر است راه های همیشه بر قاچاق وجود داشته داره در طول تاریخ نارکو بزنس در جهان از از مکزیکو شروع از افریقا از افریقا شروع تا به امریکای لاتین تا به آمریکای شمالی جنوبی اروپا غرب شرق نارکو بزنس وجود داره ادامه داره و راه هایی هست که از بلوچستان پاکستان شروع که راست میره تا خط ترانزیت به ترکیه تشکر و این ای جنگ هم شاید متوجه باشن و از عملات احتمالی هم آدم نمیتونه بگه که وجود نمیتونه نمیت... نمی... باشه تشکر. ممکن است که فردا پس فردا روسا به این نتجه برسن که یا دایش، یا حرکات نظامی در شمال افغانستان به خصوص به نفع روسا نیست حتی به ضررشان است چنانی که در زمان سردار محمد داود خان است و یک زبار هم به یک چنین عمل صورت گرفت و اونا گفتن که شما در شمال افغانستان هر طرف معنی از اون دو, دو طرف نیروی تنگر است شما حق ندارین که در شمال افغانستان حضور در جسر است تشکر خیلی بحث که خواهی قرامان مطرح کردن یک جنگ کاملا هماهنگ شده است و افغانستان قربانی از است آقای راوش هم گفتن اگر قرار باشه که روس ها باز هم مداخله نظامی داشته باشند که عملا از گذری نظامی صحبت کردن جنگ جنگ تریاک خواهد بود نه دایش اما آن چیزی که مطرح میشه تا الحال از جانب بروس ها بحث دایش بوده گفتن نگران هستیم از های وجود داره که ها برای از تجهیزات نظامی میفرستن با آن که حکومت افغانستانی مسئله رد کرد ولی روسها ها با بسیار جدیتی مطرح کردن تا که قصهش به مسئله نظامی رسید واقعا نگرانی روسها ها است چی است بسم الله الرحمن الرحیم چیزی که به یک نقطه قابل قبول و قابل اتکا برای همه ما شما است است که افغانستان من یک کشور مستقل دارای حاکمیت ملی امروز ضرورت است که برای زیست و زندگی مردم افغانستان از هر نوع تهدید و ادامه جنگ باید مسئول باشد در راستای مسئول ساختن از این مملکت دولت افغانستان مسئولیت درجه اول دارد دوم جامعه جهانی اونهایی که به اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2001 وارد افغانستان شدن و امو سرخط برنامه حضور خود در افغانستان جنگ با تروریسم برشمردن و در عین حال جنگ با مواد مخدر و ایجاد یک ساختار جدیدی که بتوان قابل قبول برای مردم افغانستان باشه و در عین حال از گذشته هم یک مقدار اظهار ندامت پشیمانی کردن که افغانستان را فراموش کردیم بالاخره افغانستان تبدیل شد به یک پناهگاه امنی برای توریستا توریستا نه تنها مردم افغانستان را کشتار کرد بلکه از اینجا برنامه حملات توریستی را در آمریکا هم ریختن اون هم وارد افغانستان شد فضای افغانستان خاک افغانستان جغرافیای افغانستان و در طی 15 سال عملا دوش شادوش نیروهای امنیتی افغانستان می جنگن. دوام جنگ هم در افغانستان که ما شما امروز شاهدش هستیم بعد از گذشت 15 سال که بیشترین نیروی ناتو در افغانستان آمد بیشترین پول ناتو در افغانستان و مصرف رسید باز هم دوام پیدا کرد که بر میگرده به دلایل مختلف اما به بین افغانستان و پاکستان ای مرحله اولش هست که در بازم در داخل خاک پاکستان توریست اونجا من خود پناهگاه گرفت از اونجا مجدن پس زنده شده وارد خاک افغانستان شد و علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان جنگ دوم مساعد بودن بیستر پذیریش جنگ در داخل خود جغرافی افغانستان که از جهل مردم از فقر مردم از بیشتر است. از اختلافات ذات البینی که معمولا در بین مردم افغانستان گاه گاهی وجود داشته دشمن از این خلاها استفاده کردن تا بالاخره اینا دوباره آتش جنگ در داخل افغانستان شعارور ساخت از طرف دیگر هم تنشهای های بین قدرت های جهانی که یک روز دنیا به دو قطب تقسیم بود فعلا هم امو آلت یک قطبی بودن دنیا دوام داره ای هم به عنوان یک گقته تراکم کرده بود بین روس و آمریکا و بین طرفداران دو طرف که در کجا یک شرایط مساعد شده که از همدیگر دیگر یک نوع انتقام گیری بکنند به. اینا همه دلایل شد برای زید. جنگ های منطقه اینا علاوه شد برای مشکلات عالم برای فعلا هم چیزی که به نظر ما بسیار زیاد مهم است و ایستن که دولت افغانستان باید همسایگان خود اطمینان بده که افغانستان به هیچ تخته خیزی توریستا علی هیچ کی از بقید. امسایگان افغانستان نیست شما در صحبت هایتون از این مسئله یاد کردین که مسئولیت درجه که حکومت است که باید جلو جنگ را بگیره یا جلو ادامه جنگ یا بحث مسئولیت برای وطن م. اما حکومت افغانستان ظاهرا ادعای روسیه را همیشه رد کرده بس های نظامی هم که بود حکومت افغانستان رد کرده و گفت اگر اینو اسناد دارن اسناد را بکنن آمریکایی‌ها هم قسم این مسائل پاسخش برای روس‌ها دادن روس از این نگرانی به دنبال چی هستند اما بحث دو قطبی شدن جهان یا ای که مشخصا روس میخواد حق خود در افغانستان داشته باشه تقابل قدرت ها یا به اصطلاح آقای راوش که جنگ تریاک است به این باور با هستم که این مسئولیت حکومت افغانستان است حکومت افغانستان باید اطمینان بده حکومت افغانستان گپ خود باید سره روشن بپرده برای حامیان خودم بگه که خدای نخواسته از جغرافی افغانستان به خاطر تأمین منافع سیاسی خود منافع هیچ کشور همسایه افغانستان و منطقه را نباید ضربه بزنه این منان دادن بسیار امر مهم است و این در یک دیپلوماسی بسیار سریح آشکار و فعال میتونه این گپا برای امسایگان افغانستان گفته شد تا کنه دولت افغانستان در راستا تلاشای خدا کرد که دولت افغانستان در برابر دایش جنگیده در برابر طالب جنگیده در برابر القایده جنگیده یک چیزی این کار ناپذیر است عملا نمیال نیروی امنیتی افغانستان کشته میشه مردم افغانستان کشته میشه این در جنگ علی دایش کشته میشه این در جنگ علی طالب کشته میشه این در جنگ علی القایده کشته میشه این در جنگ علی شبکای توریستی کشته میشه که اونا در صدد نامل کردن جغرافی افغانستان است به این خاطر حال فعلا من برداشت ما است که روس ها طبعا نگرانه خود باید داشته باشد چون جنگ آیست آیسته به طرف ولایت شمالی افغانستان رفته در اون مناطق بعض مناطق در اونجا که امن بود اونها هم نامن شدن طبعا به هر اندازه ولایت شمالی افغانستان نامن میشه یعنی در واقع تقریبا این وضعیت احساس میشه که شاید ممکنه به طرف مرزهای شمالی افغانستان کشانده شوه بین ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و که در واقع امو پشتبانی از اینا بازم دولت روسی است به این خاطر هست که شاید شاید ممکن است روسا یک مقدار امو سر و گردن باید بلند بکنه به خاطر زی که حالا فعلا تنها جنگ افغانستان نیست جنگ در سوریه فعلا جریان داره جنگ در عراق فعلا جریان داره جنگ در لیبیا جریان داره و طبعا هم شاید ممکنه روسا تشکر. در صدد زی باشه که یک مقدار برای آمریکایا قضایا را تفهیم بکنه که واردی یک سری بازی های دیگری شان که در یک جای امتیاز بگیرن در جای امتیاز بتن و مشکلاتی که عملا امروز دامنگیر افغانستان است و کشورهای منطقه مشکلات تشکر. یک مقدار البته در تفاهم و در گفتگوی بدون جنگ بدون فضای جنگ اینا بتونه به یک سری تفاهمات برسن تشکر ارمانسب سمره د روسانو ته او امریکایانو ته دغه زمینه برابر ده د افغانستان لکه سوریې غوندي وګرزي یعنی په بل عبارت څنګه کوی چې دغه لانجي مخاونیسو ایا کوی چې دغه لانجي مخاونیسو کنا او تاسو ویل چې د رقم رقابتون نشته دي رقابتون معنا اصلي د دوی همغه کې سره توا سوال دی دوه سوال دوه برخې تاسو سوال درلوده اول خدای مش په ستر ګونه دی لدار په با قدرتونو باندې مش پر با خدای معنا وایي اوول زداد درتوایم کداغه جنگ اماهنګ نه او تصمیم دا نهچ په افغانستان کې د دبدبختی دوام ولري د ایران او پاکستان د دواره د روسانو ملګری دي کنه په شکاراشه کلبنچوته ګورې سوي دي نو خدغه دایښ کراتلې خدغه د وخوا او براځي کېدلی خو راځي نو دلته خدایښ نسته ما فکر کړی نو دایښ شو عزت آیشه دلته خدایښ نسته ک دایښ راځي خدغه د 2 لاره براځي پیسې به مې دغه د 2 لاره راځي سلام بهم دغه د وللار راځي مربي بهم د دې د وللار راځي کدی اماهنګ ندي نو دا برکمې خوراوې د اسمان راځي نو خو مالوم درې په خپل مابین کې پیسې لا کړې ده چې راځي یو بل ځای ماته ګرم کو چې په بازار میګرم یو ترپ ترپ شروي ا دغه خبره ده راځم د دوم سوال جواب تدې اوس ګوري دغه اپوات چې تاسو یوري چې نه په جماعتاری رغني کښ تاسو ولي پرون ماته د بدخشان سړی زنګ وی وې پلانې وطن کې 50,000 ملې سلاد روسانو توزیع شو مالواله خاص موږ بستانی جامو موږ ته په لاس کاله په دې وسار نه درا کړې چاغ موږ ته چې درو وسو متام کری د په دوسیو د دې باندې والی باندې نه د دې او قربار مسم مکویا فاطمه وایس را لالي کوف تارښت ته شو اور د لط پاساتر کنټرول باندې دا د لط سور بریتی ناز دی سور بریتی ګرد شان ویني هیڅ شی د لط مرغم پارنسي ولای تشویش پدې کې مکوې دا پکا ټول او کې بوت دي چې سرکې ولیدات دوی اوس قرار قرارې زارات سرکې زما په دې ژوند کې درې خوي لري ساحه د کیکی پیا دی. کله چې د یوګوسلاویا ټوټه کول پر یوګوسلاویا باندې دی نتیجې توورې زدل، په دې وخت کې د السن په نام یو چوک پر وشکره یې ځمور. په دې سبابه باندې د خلکو غوښتل چې عملیات شروع کړي پر یوګوسلاویا پرس دغه باندې پر سربیا باندې. دا دغه ما په یاد هیڅ نه داله شته چې ونه نه دا دم هیڅکله نه دا دم مالادیت <مؤس> پاغا ورزه په مسکو کې او ماور تولړې کل کمانډا چې سبات ډوره ځنګګه رښتینې وسار موږ ته کتل د ام سپ د سر د سرډیوک سلاویاتې ډوره ځنګګه شروع سترا پتر په خرابو خراب یو دوه امر وات دوه مې پیا داد د صدام رئیس ارکان په مسکو کې زمو سره مخه 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 د ګارد رئیس ارکان یو زمېلمانو ماته کې څوک ولکل چې څلور بجې باندې موږ د صدام سره ناست درلود وځب دغه نوکته ترڅو ده لوي چې آی امریکایانو غرب او دنیا د نړۍ جنگ کیږي کې نه کوي او مجدره غشتو جلسا او ماته په خپل شخص نه یاداشتي ورتراوړي د تګشیشو مخته یاداش شيکشیشو یاره ماته مخ راوړي چې جن کلاس ورکاتو روسید منانور کی څه خبره نسته دا فقط اوهې خبرې دي او مجز زيتنو رزيدلي چې شروي رواني وکړه وربالموسم دلته د هر څه دی سخت منظم د جنگونه ندي جنگونه په ټول انساني بشري جامعوي کې په دوه حالات کې منظر راځي بعضي جنگونه د انسانانو درمن ستاسو پیپی شيږي دوه خلک جنگ سره کې دوه ملکونه جنگ سره کې دوه ولستون جنگ سره کې دوه قومونه جنگ سره کې هغه بیا بیرته جن اراميږم یو منځګړې په منځ کې ولاړیږي بیا د منځ کې سولکې بعضي جنگونه ډيزينيږي پروګراميږي دا راځنګ چې پناري کې دا اوګو بشکاله کې ژوندای دا, دا تجارتي بزنسي جنگ دی چې دمځکې په کور کې یو پاپريكا د تولید د اسلحه چالانې پمځکې کې جنگ سره اتمې دی چې صاحب د پاپریکې وبا پمځکې پا کې جنگ شولاور ساتي نو څه وو کې د اسلحه خپل پرسر وي نو خپل سر نه ژوندای نو وس تا په کور کې تیار د تورې تلاب بازار دی تورې تلاب راته دی چ نن تر نیفتوم ډیری پیسې پکښی کړي او تر سلام ډیری پیسې پکښی کړي نو دلته چې د امن راوستي سکون دی راوستي کاراروالي دی راوستي نو خوده غا دې خلاص کړ ته را تلا ختم سول ته بدلته د ټول ته تور تلاده 파ره بازار دغه سي ساعته پښه نجبا صحته جګړه به ساتي واري به سره کی د شپې یو پربل باندې چې ووښو دلته د افغانان خلکو ته غلط وار کی چې وله روسان بیاج باندې سیوې ز خپل په کور کې یو تعداد شیا شول وینو وغوريږي آ روسانو بیا راجیک سیویاس بل پر دبل سرپریټ ویل ځګه سرپریټ یو سرپریټ دی د واړه بمونه ورسي تاسه کور کې کستاده بم سره مخاله پاتي راځه د افغان په شپه په پرټولو ځغو کو چې خلکو ز مشپاک ظلم کوي که روسیه، امریکا، عربی، ایران، پاکستان د هغلارې دراسو پښتن د دې ملت اتحاد دی او ملت یو څه چې سره یو نسی په هغه خدای کسم برته خورم د دنیا ظالمانو په مدخصه تا وکی لکه نن چې سوریه ته با ده لکه نن چې عراق ته با ده که تاسو ټول په کور په کور لکه اوس چې بي وینې تو هیڅ پینځوشه ده تر دې چې بي وینې تو نه ځه منګر مو ته اتسای رازی قومي مسایل، جغونی مسایل، منطقوي د پرون ټول مسایل شاته وګرزو یو بل نور متهم نکو موږ یو نه غناکار نه د پرون په جګړه کې موږ بل ملواسی نه د لن په جګړه کې موږ بل ملواسی پخات د پردي توته د پردي ملت د تعاملاتو په آل کې راځي د ژوندۍ ملت په شپات باندې هغه کی لا جګړه وکړي چې خلګ نور موږ جنگ ته نه وایو نکمو دا چې خلي قرمن صاحب دولس خبره یو خاطه ولې سر متحد دی ولې سولغوړي په دې کې اجماع ستدي تاسو ته منه نه 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 په یوه ځواګه باسو پښتنه وکړه ما په دغه ورځې میاشت کې ډوډو لزر انسانان لیدل دي زبر تاسو یو مثال وو د 2000 انسانان ملي تدلي مستقيم یو غیر مستقيم خبرو سره کوي پارلمان تا ولالم پاته وکينانو می امزاکل دا سره نه پوښیم چې په غوړه زلته کوي په شتو متنیم جوړ کوي په فارسی متنیم جوړ کوي د 2000 انسانان تمال مل خلکو پر د خپل ملت زړوسوځي حکومت هم مشكلات لري هغه مسایل نشي متراکه ولای سیاسيون استاذي مشكلات لري مسایل نشي متراکه ولای راضي دی ملت په سیفت باندې دا چې سرمنشي د ملال مت متحد چراتلي زپ دغه کې ناسمو په دفتر کې لاس مې موشه مال خدای چې په دې یو میلیون ټوله نه کې ما زر کاسه ژوندې درلودای او دې نن زما سره په تماس کې وای درا لې کې چې ما په دې میاش کې 2000 خلک لیدلو خدای جاميامړه سویدا دا جاميامړه نو ما په باندې ته ویل وای چې څار سل <سؤال> سل <سؤال> خلک د ځان سره واقلي سل زر کاسه یو یو ګلم را واقلي را سید سره مشیدا پاپازرای باندې میدان مخته و درېجو چې دای راښته سو ژاغو په رکو چې په دوا دلیلانو ګول په لاس کړي یو د هغه کور مشره چې زه د هغه کور مربوط يم دوه هم موجب غانانو موجب د بیل ملو د قدر کو ول یو سوال در سره رو چې موش په دغه کور کې چې ته مشره او موږ زمانو د دې کور خړی بولو آیا زموج ویني او د نور خلکو ویني فرق لري پم امریکا کې برجونه چرچا ونهول سارتا چنګونوستا په کور کې تشوي ونه وي په ماپشي دي چنګونه را را وانکځ زړه نه وروځي په ماكي سپورې نیمه پریږدي آیا ودرځه خلاص نه آیا ګنزله سکاله کیش زدا واو دمځک فطر عاده پلان دی څوک به د بمونو په مرده اسمان اولي څوک به د بمونو په پلان دمځک الوزوي لويش لويش وزموش په وینو وران کوول ایا ته نه پوهېږې چې دا بم د چاته دی دا څو ګنګا برسته زلړ ځلک مطالبه مولا دایېش د چیشته طالب د چیشته سایه پر ومنه تاسو ویل چې د حکومت په منځ کې د رهبرانو په منځ کې دا څنګه څنګه تاسو خپل ویل چی روسان ته ډېر خو ویل چې دا څنګه دا سمکه وخت تر نور کې خا امریکا ته سېل نسی په دغه حالت کې ول څه کوي اصل کارو د دې په لاس کې ویل ول ول څه دا شي سپایان نه کدام و چې څنډه سره جوړم چې ټول ته نه پرلیږم هر څوک چې پر دې وطن ځکه تا ملي ولغاری نه پرې پرواه مې کړو روسي کاراب دي امریکادي دا وطن دغه د وطن په چلرې زه د خلکو توام چې نور په دې ملکانو پښیمان شي راځي د وطن پر اصلي وبچانو راټول شي پیژنې دې پیژنې د بیلډینګ او الان پیژنې غل ان پیژنې د وطن سپایین پیژنې مې لا ته و جوړ کوم چبلات خپل ځان خپل اخلاص کوي کته په دغه ګنګادر وسوب شي چې یو درته ای روس دی بل درته ایران دی بل درته پاکستان دی بل درته امریکا دی جنگه ماهنګ دی ماهنګ دی ماهنګ دی ماهنګ دی یو څ څا ته کړو ولملان نصر دین ولملان نصر دین فکر کې بده د شپې په کوڅه کې غالمغالس به اړ یاد شي وښوره او په کوڅه کې جنگ دی د کوڅې پروژه واچور باندې کړه مکه وای مکه وای مکه وای د کوڅې یو شامل کی دی ډیر خمم دین کور ته راالي چرا لري شزه ټول څه خبره ول جنگ مغنو دم لا کوشته چال کړو ورور جنگ مغن د تاش کوشته چال کړی خاص درته کوم نه لاته لږ د خپل په 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 وښه ولیکه خپل ځان وښوروي دغه خوبه سره وشته قربان نه 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 آقای عبدو از بحث گزینه دیپلماتیک که راه دیپلماتیک حکومت افغانستان میتونه از استفاده بکنه اطمینان به تبر کشورهای منطقه به همسایه های خود که افغانستان هیچگاه مکان نخواهد بود که از او علیه کشورهای استفاده شود فکر میکنین در وضعیتی که و جنگ بزرگ را که آقای قرمان تشریح در وضعیت ما بتونیم با تنها راه دیپلماتیک افغانستان حداقل نجات بدیم مزیک میدان جنگ گرمتر آمریکا و روسیه شود از نظر متدولوژی بحث وقتی که ما بحث میکنیم روی یک مسئله گپ میزنیم و معنای ازی نیست که دیگه مسائل رد میکنیم یعنی ما وقتی که آقای عبدو میگه که دیپلماتیک به معنای نیست که جنگ در زمین در جایی که طالب میخواد مثلا قرهواغ بگیره او جنی امنیتی مقاومت نکنن یا جنگ نکنن جنگ باید در سراسر سر افغانستان در جنگ الوه بخش نمیشه قرهمان نظامی میفهمه در جنگ 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 است جنگ منطق خدا داره کار خدا میکنه او گپ دیگه است جنگ دیروز افغانستان هم بین کاگیبی و ایسایوسیایی و بود جنگ مردم افغانستان نبود هر کس میگه بین با سر میز مذاکره بشین گپ میزنیم از رهبرای مجاهد گرفته تا رهبرای چپ راست جنگ بین افغانان نبود این جنگ جنگ منطقی بود جنگ اتا بین دو بر قدرت بسا بزرگ بود که پسان گپش با آسمان و زمین رسید دو دیگه، افغان ها باید از جنگ های داخلی جنگ های منطقی و جنگ که فعلا در جریان داره باید درس بگیرن افغان ها اگر ملت کتاب نیستن با دریغ و درد مردم کم کتاب میخوانه ولی مردم تجربی هستن از از تجربیات روزگار باید بیاموزن هر که نو مختص روزگار هیچ ناموز از افغان ها باید متحد شوند یک راه وجود داره بچه های علالی و از وطن فرزندای علالی و از وطن فرزندایی که در وطن مبارزه کردن کوری پکلی که معلوم دی کس هیچ پولی دن نیست می که کی در کجا است اونو مردم ها پیدا کنن به دور زوم برو میهور جمع شون و خود زی میهور ها, ها هم دست به کار شون و مردم افغانستان بسی شوند از این تعصبات بیمانایی که هیچ ما به حکم چی به افغانستان به دنیا به حکم تقدیر به حکم تدبیر به اول ما آسیا را انتخاب نکردیم. ما ما در کره زمین به دنیا آمدیم. درست؟ ما ما هیچ که ما وقتی که در ایجه به دنیا آمدیم، آسیا بوده. چی رسد که بازی افغانستان، بازی افغانستان ما در کابل، در سرای غزنی، در کجا به دنیا آمدیم؟ معنا نداره یک چیز بسیار پوچ به مورد افغان ها از این پیران حضرت عثمان جور کردن و دور از این چسبیدن و این را من افغان نکردن این بیشترین استخبارات منطقه و این ملی و امیال عملا کار میکنند در این راستا چرا افراد ملی را در رست ادارات چرا؟ شما در این وضعیت اکادمی که افغانستان ببینین یک نگاه گذران شما میفهمین که چی مگذاره؟ بچه جوانی را که م... یک سال سابقی کار در دولت افغانستان نداره برای ادارات اکادمی که بزرگ افغانستان میاره چرا؟ به خاطر چی؟ آیا این مملکت ای کس سر کس اعتماد نداره؟ کل این ای سرزمین خدای نخواسته دوست بوده؟ افغانستان، افغانستان، کشور قطاع طریقه نه معرف افغانستان ببینید در ظرف پانزده سال نمیمانند که معرف معرف شود چرا؟ چرا با صرف میلیون ها دلار بودیجه ما امروز مکتب ما در سطح مکاتب دوران الالزاد رسیده نرسیده امیال ما معلم فیزیک، میا بیولوژی در سر, سر افغانستان مشکل داریم در دا افغانستان حتی در این زیر برود ما در کابل مکاتب معلم فیزیک و کیمیا و بیولوژی ما نداریم چرا؟ علوم اجتماعی علوم انسانی به صورت کل در در حوضای علمی در در ساحات علمی افغانستان آسیب پذیر است تاریخ افغانستان درست درس داده نمیشه جغرافیا افغانستان درست درس داده نمیشه فلسفه و جامعه شناسی و این علوم خب اصلا چی ما وقتی روی پرابلم های اجتماعی سیاسی اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم ما داریم راجع به کمپلکس از ایک مسائل از ایک مسائل صحبت میکنیم که در کشور داغ دیده که 40 سال او؟ غم ادامه داره تراژدی داره روی از او صحبت میکنیم از اون خاطر گانا گا بس ما میره به طرف اه، 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 یک شاخه بسیار مطلق میشه گاهی دیگه مطلق میشه گاهی چیز دیگه اما بس نیست همه دوستان نیک میدونن که دیپلماسی نیاز است در میدان جنگ جنگ نیاز است همزمان با او با سازی نیاز است همزمان با او تحصیل و تعلیم و با سازی معرف افغانستان نیاز است و همزمان با او یک دولتداری داری پاک و, و درست فساد تروریسم قاچاق مواد مخدر تشکر این این مثلث شوم تا که یکی به دیگه رابطه داره افغانستان جور نمیشه 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 حکومت افغانستان در بحث مبارزه با داعش اقدامات عملی و جدی را رو روی دست گرفتم عملا وجود داره فی... جریان داره فعلا عملیات های هم انجام پذیرفته حتی از مادر بمب استفاده شد که قسمی که من مقدمه روی از اشاره کردم وقتی که حکومت روسیه ادعا کرد که چنین موضوعات وجود داره هلیکوپترهای نظامی مثلا تجهیزات نظامی میفرستن برای از اینام، حکومت افغانستان بسیار به واضحت واکنش نشاند گفت اگر اسنادی در این مورد وجود داره بفرمایید در غیر این صورت ای افواهات بهش نیست با این حال این تمام موارد نتونست که قناعت ها را به دست بیاره روزها در آخرین مورد بحث استفاده از گزینه نظامی را استفاده کردن اینجا بیان کردن فکر میکنین که ما بتانیم راه های دیگه را انتخاب بکنیم به یکی بر روزها هم قسم که شما میگین ما باید بتیم قناعت بتیم اگر راه های وجود داره چه راه های وجود داره عملیات نظامی شد مادر بم استفاده شد نیروهای امنیتی عملا در جنگ هستن خود شما به اشاره داشتین دیگه چه چی چیزی میتونه باعث قناعت از اونها روسیا با موجودیت آمریکا در داخل خاک افغانستان طبعا یک نوع دلخورگی خود دارند گرچه در او توان نبود که مانع شوند از آمدن امریکایا و جمع ناتو در داخل خاک افغانستان در سال 2001 طبعا اینا به اساس ابو فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد آمد و ضرورت هم که ایجاب میکرد ضرورت خودش توجیه کرد حضور جامعه جهانی در داخل افغانستان چون جغرافیا نه تنها برای مردم افغانستان امن نبود حتی برای همسایگان افغانستان هم خاک افغانستان خاک مسئول نبود بل. و نه تنها برای همسایگان افغانستان خاک افغانستان مسئول نبود که زیست نایه مطمئن باشه که خطری کشور همسایه را تهدید نمیکنه بلکه تا دنیا را دورتر هزاران کیلومتر دورتر هم مسئول نبود اصلا کلی که در یک نگرانی به سر بردن که نشود طرح یک عملی توریستی در داخل افغانستان ریختانده شود و نقطه عملیش یک گوشه دنیا باشه آل بر وقتی که قضاوت تا این رسیدن دولت افغانستان هم که ما قبلا گفتم باید با همسایگان خود به گونه اینا باب گفتگو را و گفتمان سیاسی را باز بکنند که اونا به این نتیجه برسند که دولت افغانستان صاحبی خاک است دولت افغانستان میخواهد در یک همسایه نیک با همسایگان خود زندگی بکنه هیچ کشوری دوست افغانستان نمیتونه از جغرافیا علی منافع کشورهای همسایه خود وارد اقدام عمل شود چون چه در پیمان دفاعی و امنیتی بین افغانستان و ناتو این موضوع درج شد. تم بین افغانستان و چیزی که زیاد موجب نگرانی کشورهای منطقه و با, با ویژه به مبلاک شرق شده حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است. چند قبل ها بسیار با وضوح گفتن که از خواست های طالبان ممانعت می و خواست طالبانی است که نیروهای خارجی از افغانستان میشوند. در امی واکنش هم آقای زمیر کابلوف گفته که امریکایی ها به دلیل از که بتانن حضور خود در افغانستان توجیه بکنن از دایش حمایت میکنن که دایش در افغانستان هم تو جنگ شلوار داشته باشه و اینا میگن که ما به خاطر دایش در افغانستان حضور داریم یعنی بیشتر مشکل از اینا به حکومت افغانستان نیست با کسی است که حکومت افغانستان حمایت میکنه در این وضعیت چطور میشه ببینید من خدمت شما عرض کردم این که آقای زمیر چی میگن این که نمیدونم کدام سفیر کشور خارجی چی مطلب عرض میکنن او چیزی که عملا مردم افغانستان قربانی میتن در جنگ علیه داعش در جنگ علیه طالب در جنگ علیه القاعده در داخل افغانستان القاعده یک مقدار کم رنگ شده حالا فعلا امو جلا و روشنی و امو چیست؟ است بیشتر در اینجا طالبا و داعش داره در داخل افغانستان این عملا ای جنگ جریان داره و روسا خوب این قضیه رو میدونه روسای قضیه جنگی که در شمال کشانده شده این جنگ بیشتر اگر فردا شولور شوند خود مردم افغانستان در پردگاه سقوط میبره قتل عام میکنه چون داعش از لحاظ مفکوره از لحاظ ایدولوژی از لحاظ امو فهم دینی که اونا شعار میتن به هیچ وجه سر سازگاری با ملت مسلمان افغانستان نذارن معمولا ما شما دیدیم در جلال آباد مردم موسفید قدام کردن طفلم گرفتن کشتن عملا زنان از داخل خانهشان گرفتن بردن دها جنایتی نابخشودنی را دا داعش در جلال آباد انجام داد چطور میتونه که بعد امید داعش در شمال افغانستان نفوذ کنه بعد بیا با مردم افغانستان با مردم شمال افغانستان اینا درگیر نشون اینا برن مستقیم داخل خاک شوروی یا داخل خاک کشورهای مشترک المنافعی که همکاری روسیه است تاجیکستان و ازبکستان به این خاطر امون نگرانی را که اگر او کشورها داره صد فیصد مردم شریف افغانستان در شمال افغانستان در شمال شرق افغانستان داره و جنگ هم عملا جریان داره به با برداشت باوری به است که راه های, راه های قناعت دادن روس موجود است یکی خوره های جهانی است خون عملا میبینیم ملل متحد شورای ملل ملل متحد است که در اینجا اینا باید پا خود بسیار به صورت بس شفاف روشن بپرده باید بگن برامه دوم دیپلماسی فعال دولت افغانستان سیاست خارجی افغانستان است که با کشورهای منطقه ای را باید بگن که داعش برای نفوذ کردن در داخل جغرافیای کشورهای مشترک و منافع نیامدن داعش اول میخوای افغانستان بگیره و بعد از او باز اگر هر طرفی رفت میره چون تا زمانی که ملت افغانستان زنده است به هیچ وجه اونا از اینجا با عنوان یک کانال عبور از جغرافیا افغانستان استفاده می کنند ما ما عملا دیدیم دو سال است که سر دایش, دایش در داخل افغانستان است اما اولا در, در جریان دو سال داعش در داخل افغانستان می جنگه مورد بعدی دیش من خدمت شما میخوام عرض بکنم که پای کوتاه بکنم شاید آخرین صحبت ما باشه یکی وفاق سیاسی بین سیاسیون افغانستان ملت افغانستان و دولت افغانستان یک ضرورت است که میتونه این همسایگان افغانستان میتونن بتن یعنی بعضی وقتها شده که یکان دفعه به گونه تبلیغات در داخل افغانستان مطرح شده که از این تبلیغات همسایگان افغانستان هر کدام برداشت سوی خود کردند که بسیار زیاد مهم است حالت یک صدا شدن در داخل افغانستان بین سیاسیون افغانستان و دولت مردم افغانستان در امر مبارزه با داعش و طالب و تروریسم یک امری ضروری است که ای فکر کنم که میتونه پیام بسیار روشن را رو به مردم افغانستان بدهن برای دنیا بتن و از طرف دیگر استفاده از امکانات استخباراتی لوجستیکی و تسلیحاتی قوای ناتو در داخل افغانستان در جنگ علیه طالب و علیه دایش در تشکر. مناطق مختلف افغانستان و از همه مهمتر کوبیدن موازی دایش در ولایاتی که عملا اینا میگه پایگاه در کوهستانات پول است اگر در غور است اگر در تخار است در بدخشان است اگر در فاریاب است در هر جایی که هستن دولت افغانستان در استفاده از امکانات ناتو این مناطق باید بکوبه تا اینی که ومو راته از وجودی سپاس کوزه ای دایشي او طالبات تشکر کوم او عملا در او ساعت وخت کې چې جنگ جم مشه به مونږی چې کټونال بشتر وسه پیدا میکنه چې دیگه در مرځو ما جنگ تشکر. وجود نده قرمون صاحب ډیر پلانټ توګه وخت خلاص دی دغه ناټو چې ول چې موږ د سرحد واړو خو ته جنگ هو د ترورستان د خو د ډورند کرش هغه ورځ ما وی دلته د ترورستان شي خو ارس پینډي وله پینډي کې مساله خپل حال ده ماده د ایران سپیر بارامیت د اختر فورس په ادغام کېوت مال بارامیس په تاسو خوښ موږ امریکایانو زړی دلته چې ته لپاره طالبان ته سلام وکوي شتاله ته سلام ورنکه امریکایان ته سبا نه جوړیږی دلته من تراسي نو ختېج باندې ورته جوړه دغه روسانو په خپل دغه امریکایانو تکمیلات نکول دغه خپل چې امریکایان دغه زاسه وتل دروسانو نور ټول چې ما وځي قربان مرسمه خبر غواطوره ده شدی سپینې دي خبره څه معلومه ده دغه د دې په خبرو به کتر نه غولېږي زردی خپل ملت یو شی وایم چې خلکو چاله تاسو ته کړی دی موږ د نجات لار زموږ نه وتل دی یو موټی کېدل دی د یو ملت پر شبات دغه ش مشبات پر د هندي برندوانو باندې راغلی وله پین کې ګاندی جوار نارو مسلمانان استکانې او تعداد با زمينه خلک یو ځای شو خپل ملت یې پر ځان راټول کړی هغه لوی قدرت د خپل د سره لري کوي خپل سنويشته په خپل لاس کې واسطې هاشم دا کار کوي درازیت مهنه مسا تشکر اخوای قهرمان او آقای عبد او آقای راوش چې په بحثش فودین ممنون از شما که تا این دن بازنگار دنبال کردید تا فرصت دیگر خدا نگهدار